طبیعی، ترجمه اون تألیف حضرت آقای رضا علی شاه اعلی الله مقامه الشریف. ادامه تفسیر آیات خواتیم سوره بقره. در تفسیر شریف لاهیجی از اصول کافی، از علی ابن ابی حمزه از حضرت صادق علیه السلام روایت کند که ابو بصیر عرض کرد چند بار برای پیغمبر معراج حاصل شد؟ فرمود دو بار. سپس در آخر فرمود که خداوند در معراج به پیغمبر خود فرمود چه کسی را برای امت خود پس از خود گذاشته ای؟ عرض می کند خدایا تو بهتر می دانی. فرمود علی ابن ابی طالب که امیر المؤمنین است. سپس حضرت به ابی بصیر فرمود که ولایت علی از زمین نبود، بلکه خداوند در آسمان به مشافهه فرمود. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، تفسیر سوره اسراء از کتاب علل الشرایع از اسحاق بن عمار از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت مفصلی نقل می کند که اینکه در هر رکعت نماز یک رکوع و دو سجود است چیست؟ حضرت شعر مفصلی در جواب فرمود که در آخر می فرماید نمازی که خداوند تعالی دستور فرمود دو رکعت و دو سجده داشت، ولی پیغمبر در هر رکعت دو سجده و مشاهده عظمت خداوند او را بی اختیار به تکرار سجده واداشت و خدای هم همان دو سجده را واجب کرد. و یکی از چیزهایی که در تفاسیر در مشاهدات و مذاکرات معراج می نویسند فرض شدن 50 رکعت نماز در شبانه روز که بعداً در قوس نزول و رجوع به این عالم و دیدن موسی علیه السلام و سؤال او و جواب فرض شدن 50 رکعت، موسی اظهار کرد که امت طاقت ندارد و درخواست تخفیف کن، و چند مرتبه این امر تکرار شد تا بالاخره نماز واجب 17 رکعت و بقیه مستحب گردید، که حدیث مروی از امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید علامات المؤمن خمس: الصلاة و صلاة الاحدى و خمسین و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و تأثیر الجبین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی علامات مومن 5 است: یکی 51 رکعت نماز در روز، دیگر زیارت 40، دیگر انگشتر در دست راست کردن، و دیگر مالیدن پیشانی به زمین در سجده که نهایت خضوع و خاکساری در پیشگاه احدیت است، دیگر بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، چون اهل سنت آنها که بسم الله را در نماز میگویند آهسته میگویند، ولی در شیعه مستحب است که بلند بگویند. و نمازهای یومیه هم 17 رکعت واجب و بقیه مستحب است. درباره مشافهه حضرت احدیت با پیغمبر خود مطالب زیادی در کتب تفسیر ذکر شده که بیشتر آنها را به اختصار مذکور داشتم.
مشاهدات زیادی هم برای آن حضرت بین راه مسجد الحرام و مسجد الاقصا و بعداً در آسمانها از دیدن انبیا و طبقات مختلفه از نیکان و گناهکاران و مراتب بهشت و عرش و سدره و توبا و همچنین طبقات دوزخ و فرشتگان و غیر آنها در کتب و همچنین راجع به صورتهای مختلفه و امثال آنها که حضرت بیان فرمود زیاد است که باید به کتب مفصله رجوع شود. در مجمع البیان می نویسد که روایات زیادی در قضیه معراج از صحابه مثل ابن عباس، ابن مسعود، انس و جابر ابن عبدالله و حذیفه و عایشه و امهانی و غیرانها با کم و زیاد رسیده که از یکی از چهار وجه خالی نیست. یکی آنچه بر صحت آن قطع و یقین داریم که هم اخبار در آن باره متواتر است و علم به صحت آن به واسطه قرآن داریم و آن این است که پیغمبر را در شب سیر دادند و به معراج بردند. دوم آنچه بعض اخبار در آن باره رسیده و خلاف عقل نیست و عقل حکم به امکان آنها می کند و مخالف اصول مسلمه هم نیست، در این صورت ما قطع پیدا می کنیم که در بیداری بوده نه در خواب، مانند آن که به آسمان ها رفت و انبیا را دید و به عرش رفت و سدره المنتهى و بهشت و دوزخ را دید. سوم آنچه ظاهر آن مخالف با بعضی اصول است ولی میتوان آنها را نیز تأویل نمود که موافق معقول باشد، اینها را نیز بهتر این است که تأویل کنیم بر آنچه مطابق حق و دلیل باشد، مانند آنچه روایت شده که دسته ای را در بهشت مشاهده فرمود که متنعم به نعمتهای بهشتی هستند و جمعی را در جهنم گرفتار عذاب دید. این را باید حمل بر این کنیم که چون دارای صفات خوب یا صفتهای بد بودن نتیجه عمل آنها را دید. چهارم آنچه که نه ظاهر آن صحیح و نه قابل تعویل است مگر با زحمت و رنج فراوان در تأویل، اینها را بهتر این است که قبول نکنیم، مانند آن که خداوند را به چشم دید و با او آشکار سخن گفت و بر سریر خدایی با او نشست و امثال اینها که تشبیه را می رساند و خداوند پاک است از این قبیل امور که ما فرض کنیم. و همچنین آنچه روایت شده که سینه حضرت را شکافتند و دل او را شستشو دادند و از آلودگی ها پاک کردند، در صورتی که آن حضرت پاک و معصوم بود و هیچ آلودگی نداشت و از هر بدی و عیب پاک بود. فقیر میگویم این توجیه و تقسیم که مفسر محترم طبرسی ذکر کرده اند بسیار خوب است، ولی در قسمت اخیر که همان شرح صدر است که در قرآن فرموده الم نشرح لك صدرک دقت نشده، چون پاک بودن آن حضرت و سینه او از آلودگی ها به واسطه همان بود که خداوند او را با آب حیات معنوی شستشو داد و پاک کرد، نه با آب ظاهری و شکافتن سوری صدر و پاک نمودن آن، بلکه به واسطه همان عنایت خدایی که از ابتدا شامل حالش بود از آلودگی ها پاک بود، به دلیل آن که خودش همیشه خود را گناهکار می دانست
و درخواست هدایت از خدا می کرد که اهدنا الصراط المستقیم. آن حضرت در همه حال خود را محتاج به هدایت خدا و عفو می دانست که وعف عنا واغفر لنا اشاره به این است. پس شرح صدر اصلا مخالفت با پاک بودن و عصمت او ندارد، چون همان شرح صدر که از خداوند بوده او را از همه گناهان حفظ کرده است. در کتاب شرف النبی تصنیف ابو سعید واعظ خرگوشی نیشابوری باب سیوم آن راجع به معراج حضرت رسول صلی الله که خیلی مفصل نوشته و حتی اسامی زیادی برای بسیاری از فرشتگان مأمور آسمانها و بهشت و دوزخ و سرادقات عزت و غیر آن نوشته که در تفاسیر و تواریخ معموله ندیدم، و در مشاهدات و حضور آن حضرت در عرش شرح درجات و حسنات را با مختصر تغییری با آنچه ما از کتب تفاسیر ذکر کردیم می نویسد. ضمناً نوشته است که پیغمبر فرمود قطره از عرش بچکد و بر زبان من افتاد، قطره از عرش بچکید و بر زبان من افتاد که هرگز چشندگان شیرین تر از آن چیزی نچشیده بودند، و خدای تعالی بدان قطره علم اولین و آخرین به من داد. و نیز در باره دعاها و درخواستها که از خدا کرد و خداوند قبول فرمود خیلی مفصل ذکر کرده است. سایر تفاسیر و کتب تاریخ فریقین هم یا به اجمال یا تفصیل شرح معراج را ذکر کردند، چون اعتقاد به وقوع معراج در حقیقت از ضروریات دیانت مقدسه اسلام است. و در اینجا همانطور که گفتیم شرح همه آنها خارج از حدود اختصار است، و همچنین مشاهداتی که بین مسجد الحرام و مسجد الاقصی و در مسجد و در آسمانها و فرقه های مختلف از بهشتیان و جهنمیان فرمود و مذاکراتی که شد و شرح ملاقات با موسی علیه السلام و سؤال موسی راجع به تعیین نماز و تخفیف ها در اینجا از ذکر آنها صرف نظر شد، چون منظور فقط اشاره به مشافهه بود، استغفار و توبه از گناه. چون در آیه اخیر که هم دعا و هم قرآن است از خداوند غفار درخواست مغفرت شده، لذا مناسب دانستم مختصری درباره آن ذکری بشود. آنچه از بجا آوردن آن نهی شده اگر روی عمد بجا آورده شود گناه، ولی اگر از روی فراموشی یا غفلت یا مجبور بودن و اضطرار باشد در شرع مقدس اسلام گناه محسوب نمی شود، چون گناه موقعی است که عمل خلافی با عقل و علم و اراده و اختیار صادر گردد، که حدیثی که قبلا ذکر شد و به پیغمبر منسوب است رفع عن امتی تسع و خصال تا آخر اشاره به همین است. و حدیث دیگری از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است و در منهج الصادقین در تفسیر و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله ذکر شده که فرمود ان الله تجاوز لهذه الامه عن نسيانها وما حدثت به انفسها، یعنی خداوند در این امت از فراموشی آنها و از آنچه در دلشان با خود خیال کنند
و حدیث نفس باشد و به خارج سرایت نکند گذشت فرموده است که قبلا هم ذکر کردیم. و گناه هم به طوری که در آیات و اخبار رسیده دو قسم است، کبیره و صغیره، و درباره آنها اختلاف شده است. بعضی گفتند آنچه خداوند بر آن وعده عذاب در قیامت داده یا حد در این دنیا تعیین شده کبیره است که از سعید ابن جبیر نقل شده است. بعضی گفتند هرچه خداوند از آن نهی فرموده به طور کلی کبیره است که مذهب شیعه و علمای امامیه بدان قائلند. گناهان عموماً کبیره است، نهایت آن که بعضی بزرگتر از بعضی دیگر است و صغیره نسبت به بزرگتر از خود می باشد، چنان که هر گناه نسبت به کوچکتر از خود کوچکتر از خود کبیره است. از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود کبیره هفت است، بزرگتر از همه شرک ورزیدن به خدا، بعدن قتل نفس محترمه و خوردن ربا و خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زن محسنه و حقوق والدین و فرار از جنگ و جهاد دینی. سعید ابن جبیر گفته که مردی از ابن عباس پرسید کبائر چند تاست؟ آیا هفت تاست؟ جواب داد که تا 700 بگوییم نزدیکتر است تا آنکه هفت بگوییم، جز اینکه هیچ گناهی با استغفار بزرگ نیست و هیچ گناه با اصرار کوچک نیست. لا کبیرت مال استغفار و لا صغیرت مال اصرار. در تفسیر گازور سوره نساء ذیل شریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه از عبدالله ابن مسعود نقل کند که گفت از رسول خدای پرسیدند کدام گناه عظیم تر است؟ گفت آن که با خدای انباز گیری. گفتم پس از آن؟ گفت آن که فرزندت را بکشی ترس آن که با تو نان بخورد. گفتم پس از آن؟ گفت آن که با زن همسایه زنا کن. فرقد از مفسرین گوید در تورات دیدم که امهات گناه سه است، که اول گناه است که کردند. اول کبر و آن ابلیس کرد. دوم حرص و آن آدم کرد. سوم حسد و آن قابیل کرد. نزدیک به این است آنچه از دستورات حضرت موسی علیه السلام نقل شده و آن این است در کتاب گنجینه ای از تلمود که از کتب یهود است می نویسد که ظاهرا نباید میان یک گناه سبک و یک گناه سنگین تفاوتی باشد، چون که هر گناه و خطایی تمردی است علیه خواست خداوند، که این همان است که بعضی بزرگان ما گفتند که هر صغیره با تجری حکم کبیره دارد. بعدن می نویسند که لیکن در عمل میان گناهان سبک و سنگین تفاوت گذاشته شده و سه عمل گناه کبیره شناخته شدند. سپس می نویسد که در اوائل قرن دوم میلادی که ظلم پادشاه زیاد شده و انجام مراسم دینی را هم محدود کرده بود، یک شورای دینی از علمای یهود تشکیل شد تا تعیین کنند
که تکلیف یک یهودی وقتی او را به تخلف از احکام تورات مجبور کنند چیست؟ سپس فتوایی صادر شد که درباره تمام گناهانی که در تورات ذکر شده اگر او را مجبور کنند که اگر مرتکب نشود او را خواهند کشت، او باید آنها را مرتکب شود تا او را نکشند، جز سه گناه که بزرگ است: بت پرستی، زنا و قتل نفس، که او نباید مرتکب شود هرچند جان خود را از دست دهد. بعدن می نویسد یک گناه چهارم نیز بر آن افسوده شد که گناه بدگویی از دیگران و تهمت زدن به هم نوعان است، که این گناه اخیر طبق احکام اسلامی دوتا و شامل غیبت و تهمت زدن می شود و بنابراین قول گناه کبیره نزد آنها پنج تاست، که اگر خطر کشته شدن هم باشد نباید مرتکب شد. آمین. صدق الله.